یک غروبی نصرت رحمانی از خیابون ناصر خسرو که مجله روشنفکر اونجا بود و من از کلاس پنجم ادبی دارالفنون در رفته بودم اونجا روزنامه‌نویس شدم به خیال خودم، گفت کاری نداره امشب. گفتم نه، عاشق این بودیم که شاعر بزرگ هر جا هم که ما رو میبرد یک حادثه‌ای پشتش بود، یه چهره‌ای پشتش بود که ما هرگز ندیده بودیم، مثل یه فیلم سینمایی زنده بود و فوق‌العاده جذاب. اصلا رفتار او با جامعه و معمولا هم اینطوری بود که باید یه خطی اتوبوس سوار می‌شدیم می‌رفتیم پایینای شهر، همه جاهایی که نصرت آشنا داشت و دوست داشت اینا در جنوب شهر تهران بود، تو گودهای جنوب شهر، تو جوادیه، تو جای مختلف. یه بار سوار شد راهن پیاده شدیم، از پل جوادیه پیاده رفتیم و هیچ تصوری اینو نداشتم که وارد میشیم تو یه جایی که اینجا کشتارگاه تهرانه، بهش میگفتن قصاب خونه. از میدون قصاب خونه که به طرف جنوب میرفتیم زیر جوادیه، این کشتارگاه ظاهر میشد. از پیش از اینکه برسیم بوی خون میومد و وقتی میرسیدیم درسته یک انبار یا چندین ده انبار وجود داشت که اینها کشتارگاه بود، ولی گوشتا همطور آویزون بود و جماعت داشتن سلاخی میکردن، ولی بیرون از اینجا یک دریاچه‌ای، یک برکه‌ای از خون بود و خون غلیظ شده، لجن خون، و یه تعدادی حدود 2000-3000 تا بچه توی این خونها بازی میکردن و این تصویری بود که توی هیچ فیلمی هم ندیده بودیم ما. و اینها نصرت رو میشناختن و با نصرت میرفتیم تو. نصرت یکی از این قصابا رو، سرجاهلا رو صدا میکرد، آقلوه مثلا، آقلوه. اونا سلام علیک باش میکردن، میرفت یه تختی میبید نیمکتی میشست و ما هم بغلش نشستیم. بچه ها هم میامدن. نصرت اون آقلوه رو به یه دلیلی گفته بود، مثلا چون قلوه رو بعدم بلافاصله پشت سرش میگفت قلمبه، بعد دنبه رو با قلمبه هم ردیف میکرد، یواش یواش میشد یک ترانه‌ای که در آن ساخته شده بود و قلوه و دنبه و تلمبه و اینا همه توش عبور میکرد و یواش یواش این بچه ها میخوندن. جاهل هم که اونجا داشتن یا بیات تهران میخوندن با فریاد یا هم با همدیگه ساز میزدن، کلاه شاپو هم همشون به سرشون بود، با این کارد بزرگ سلاخی در دست، بعد خون تمام بدن رو پوشونده، یه صحنه باور نکردنی بود. تو این فاصله یک قلوه، یه دلی، یه چیزی ولی داغ و گرم از بدن این حیوان الان کشته شده برآمده، از اون بالا فرستاده شد برای نصرت. نصرت اینو گرفت شوت کرد برای کسی دیگه، این سیخ شد و تبدیل شد به یک کباب جگر یا قلوه، هر چیزی بسیار خوشمزه. و در همین فاصله چند تا استکان عرق هم رسید و اینها شروع کردن با هم میگساری کردن و واقعا باور کردنی نیست به اینکه این صحنه، این بچه‌ها تو تمام ادبیاتشون و تو همه بازیشون و در همه کودکیشون انگار قصاب خونه وجود داشت، با زبان اینا با هم حرف میزدن و باور نکردنی بود که اینها گرگ و بره بازی میکردن و به همدیگه میگفتن گوشتو میبرم، پاتو میبرم، مثلا کباب میکنم از این چیزا. تأثیر برمیانگیخ، ولی در این حال از انبوهی این فرهنگ آدم حیرت میکرد. من تا سالهای بعد یه همچین صحنه رو هیچ وقت در هیچ فیلمی و حتی به خواب ندیدم.